بله، آینه در آینه شد با بسیاری سرداران و سالاران دیگر که همگی پرتوهایی از مریم بود. حالا مردم ایران زادگان مریم رهایی رو به چشم می‌بینند، آری از عنصر فردیت و جنسیت. پس دیگه تنها سخن از نوامیس ایدئولوژیکی مجاهدین نیست، بلکه نوامیس آرمانی و میهنی تمام ملت ایران است. خوشا به این طهارت و پاکیزگی و رهایی. وان کس که این رو پیافکند، یعنی مریم. اگر که به من میدان بدهید، بیشتر و بیشتر میخواهم. یادتون هست که در آخرین نشستی که مریم هم بود، جز اون سه سین دعای ما یکی سلامتی و حفاظت مریم بود. مهمترین خواستم از مجاهدان رکاب مریم و همه هموطنانمون در خارج کشور، به خصوص از خواهرانمون، حفاظت مریم است در آن بلاد، چون که رژیم دیوانه و مجنون شده است و نمیداند سر خود را به کجا بزند. به در اشرف یا به دروازه تاورنی. آی بچه های خارجه، یادتون باشد که، و آخرین نکته، به خصوص اونهایی که میگویند ساعتها و حتی روزها در انتظار تماس بوده اند با انگشتان و دستانی درد گرفته، که این به من فشار می آورد و احساس خجالت می کنم، خواسته افسوده به خاطر همون احساسات و زلالی و پاکیزگی دل و روح، مخصوصا از اونهایی که توی خیابونهای تهران یا شیراز و تبریز و سایر شهرها با پذیرش چنین خطری مثل یک عملیات اقدام به تماس می کنند، دعاییست. خواستم دعاییست برای شایستگی و دانستن قدر این نعمت و این منت برای خودم و برای تک تک مجاهدین. تا این روزها و این صحنه ها و این حماسه ها رو از یاد نبرند، تا بر مسئولیت و وقار اونها افزوده شود، تا ظرفیت و لیاقت این اعتماد رو داشته باشیم
تا این کاردار بی امان از خانواده همبسته و متحد خلق رو و مجاهد خلق رو و اشرف رو در این سو و آن سوی جهان چنان که باید به سرمنزل مقصود برسانیم. هر چه بگویم کم است، اما این مبحث رو با مصرعی از عماد رام تمام میکنم. یادتون هست بچه‌ها که در همین جا و در همین سالن میخواند که من شمالی هستم، بوی باروت میده دستم. یادش بخیر. میگفت که منم فتاده چو یوسف درون چاه محبت، منم که گوشه گرفتم به خانقاه محبت. تبریک این کارزار بزرگ یاری و همیاری رو که چکاچک شمشیر زنانش از این سو تا اون سوی جهان رو در بر گرفته، به مریم باید گفت. هم به این خاطر و هم به خاطر حماسه های مستمری که خودش و زادگانش در سراسر جهان خلق میکنند، که خبر میدهد از فصلی نوین، از روزگاری نوین، از همدلی و همبستگی و بازگشت اعتمادهای پرپر شده و خیزشی عظیم در صفوف مردم ایران که اینها تنها نمونه هایش هست. راستی به لیسانسیهی که ناگزیر به کارگری ساختمان رو آورده و نخستین درآمد اندکش رو علی‌رغم نیاز شدید به اون نظر شما میکند، چه باید گفت؟ من حرفم این است که این رزم بی امان و این آتش سوزان و گدازان با رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. یک نکته هم خاص خود شما بگویم. فکر نکنید که من نفهمیدم که شماها چه کلکی زدید. شماها چون که محاصره هستید، جایی برای خرج عیدی 10,000 دیناریتون نداشتید و الا چون که این برادران را سال هاست من می شناسم و الا همین 10,000 دیناری رو که شاید برخی ها ندونند معادل 8.5 دلار است در سال، حتما تا حالا بارها خرج کرده بودید برای ساندویچ چلچراغ. چون که معاصر هستید و دیگه امکان